با شما و میلیون لحظات خوش داشته باشید با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و امشب پیش از شروع برنامه 1,000,000 افغانی به جای نامعلوم انتقال داده می شود. این پول در زمان مشخص توسط نیروهای امنیتی به محل ثبت برنامه خواهد رسید. اشتراک کنندگان برنامه پس از پشت سر گذاشتن مراحل امنیتی و تحویل دادن وسایلی که در برنامه اجازه نیست، جواز حضور در تالار را به دست خواهند آورد. به جایی که 1,000,000 افغانی در شبی که یک شب جهانی است در خدمتتان هستیم. امشب همونطوری که مطلع هستید از طریق رسانه‌های مختلف، از طریق به هر حال نشریه‌ها و جرایت مطلع شدید و باخبر شدید، روز جهانی زن هست، 8 مارچ، همان روز میلادی که امیدوار هستیم شما دوستان عزیز در این روز و در این شب با برنامه خودتان، یعنی ویژه برنامه شما و میلیون با 1,000,000 افغانی، همان 6 سوال، اما 2 مهمان واقعا گرانقدر تا پایان برنامه با ما همراه باشید. فراموش نکنید که در این روز تنها روزی است که ما به یاد نیمه خاموش جامعه میافتیم و امیدوار هستیم که این 1 روز بهانه ای باشد برای اینکه ما در 364 روز دیگر 1 سال احترام بگذاریم به مقام والای مادر، خواهر و همسر. به افتخار 2 مهمان گرانقدر برنامه ما، بانو فوزیه کوفی و جناب فائز، نماینده مردم افغانستان در پارلمان و رئیس و منشی کمیسیون دفاع از حقوق زنان و بشر، با افتخارشان. سلام، شبتان بخیر. سلام. اینجا اگر باشید، بانو کوفی سلام. سلام، شما خوب هستید؟ شبتان بخیر. تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. سلامت باشید. جناب فائز شما همچنین. تشکر، سپاسگزار. بفرمایید جناب کوفی، اگر سلام علیک، شب بخیر، تبریک به مناسبت این روز، هر موضوع دیگری که از ما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. من در نخست سلام خود خدمت دوستایی که در تالار هستن و بیننده‌های محترم تلویزیون و شما تقدیم میکنم و روز 8 مارچ، روز همبستگی زنان جهان را به زنان در دیده افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. شما جناب فائز. خدمت شما، خدمت حاضران، خدمت بینندگان سلام عرض میکنم و چون اولین بار نام مبارک خداوند را از زبان مادر شنیده ایم، او اولین کسی است که برای ما نام مقدس الله را آموزانیده است، لذا این روز بزرگ را به همه زنان افغانستان و جهان مبارکباد میگویم و انتظار داریم که انشاءالله پایان رنج و درد زن افغان و جهان را شاهد باشیم. خیلی سخت است، اما امیدوار هستیم به افتخارشان. بسیار عالی. اما امشب به بهانه برحال روز جهانی همبستگی زنان ما در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که شما در پایان این 1,000,000 از آن خودتان کنید. فقط میخواییم در ابتدا یک وعده از شما بگیریم. اگر میلیونر شدید با این 1,000,000 چی میکنید؟ اول خب ما وکلای پارلمان خیلی هم به پول نیاز ندارن، وضعیت چون خوب از نام خدا. از او وجه هم وکلا نیستیم که زیاد به پول نیاز نداشته باشیم. ما رو تشویق نکنیم که پول خود نگیریم.
اولا خب من واقعا آگاهانه انتخاب کردم که به برنامه اشتراک کنم و دلیل شمامی بود که ما معمولا در برنامه سیاسی و مصروف و مشغول کارهای سیاسی هستیم، در حالی که ما هم عضو اینمی جامعه هستیم، مثل اینمی کسایی که همی جامعه و کسایی که شما رو میبینن، ما هم ضرورت به تفریح داریم و ضرورت به معلومات داریم و ضرورت داریم که مثل دیگرا کارهای معمول انجام بتیم و مردم فکر کنن که جدای از ما نیستن، جز امی سیاسیون هم جز از جامعه هستن، جز از ما هستن. به این دلیل من انتخاب کردم که آمدم و اگر انشاءالله که دعا کنن کسایی که اینجا هستن که 1,000,000 برنده شویم. من شخصا خودم تصمیم دارم که برای زنان بی‌بضاعت از طریق یک نهادی که به نام نهاد مسئولیت اجتماعی است برشان کمک صورت بگیرم. بسیار عالی، با افتخار شد. آماده هستید که بازی رو شروع کنیم؟ سوال اول و دو گزینه، نماد و دعوت. هر گزینه را که شما انتخاب میکنید سوال مربوط به همان گزینه باز میشه. کدام گزینه؟ نماد. نماد، بله. سوال مربوط به نماد؟ نماد، نماد انتخاب میشه. بسیار. اما روال برنامه ما این گونه است که ابتدا جواب ها را میبینیم و بعد سوال ها. چهار جواب روی چهار مانیتور ما رونمایی میشه جواب ها. دیوانگی، لجاجت، حماقت و سادگی. سوال مربوط به این چهار جواب: خر در فرهنگ عامیانه افغان ها نماد چیست؟ در فرهنگ عامیانه افغان ها نماد چیست؟ دیوانگی، لجاجت، حماقت و سادگی. چهار گزینه و 60 ثانیه شما شروع شد. 1,000,000 افغانی هم هست. هر گزینه را که میدانید درست است پول ها را لطفا روی همان گزینه قرار بدید. یعنی پول روی یک گزینه یا مثلا اگر حق دارید، اگر مطمئن هستید گزینه درست کدام است پولایتان تقسیم کنید. هدف از سوال این بود که این حیوان خر در فرهنگ عامیانه افغان ها که ما فرهنگ لغات داریم نماد چیست؟ دیوانگی، لجاجت، حماقت، سادگی. اگر کسی خطاب شوه به این نام، ساده باشه مثلا یا احمق باشه، بله، 16 ثانیه اگر پول ها اینجا باشه تمام پول از دست دادید. استاد کدام انتخاب کنیم؟ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. آقای لشکری شما ما را کمک کنید انتقال از این پول تقسیم میکنید. من امیدوارم که آخر سهمی هم داشته باشه. میشه سر جایتان دوباره بایستید؟ اوف، مگم وکیل های پارلمان چقدر پیسه جمع کردن؟ سست هستن به خدا. در آخر تقسیم میکنیم اگر بردیم، منتها شما کمک کنین امرای ما. حتما، بعد از با من حق میرسه. جوش دیل میلیونر شدید. خب میبینیم واقعا که جواب درست کدام هست. جواب درست 1,000,000 افغانی روی گزینه حماقت و جواب درست حالا رونمایی میشه که سادگی هم میتونه باشه ولی اما شما حماقت را قبول کردید. معمولا سادگی باشه 1,000,000 از دست رفته. حماقت. خب بریم با می حماقت. ببینید سادگی است. لجاجت نیست. نه. میبینیم بسیار خوب. حالا میرسیم به سوال دوم، اما قبل از اینکه سوال دوم را ببینیم و دو گزینه سوال دوم را ببینیم، بانو کوفی از شما یک سوالی که شاید تا حالا پرسیده نشده باشه و شاید تا کنون کسی به هر حال شما با این گونه سوال بر نخورده باشید. واقعا خودتان به عنوان یک خانم در افغانستان در سالهای گذشته‌ای که زندگی کردید، مخصوصا در اون دورانی که شاید هیچ کس دوست نداشته باشه از اون دوران یادآوری کنه، چقدر زجر دیدید و آیا گاهی رو به آسمان کردید و از خداوند خواستید که ای خدا کاش که من یک مرد می بودم؟ چرا خانم؟
نه اول خویش گاهی نخواستیم که کاش که زن نمی بودم، همیشه جدید همیشه بایی که زن بودیم باشیم. شما مطمئن باشین همیشه بایی که زن بودیم افتخار کردیم، وای بایی معنا نیست که همیشه خوش بودیم. درد یک زن را کشیدیم، رنج تبعیض، بی‌عدالتی از محیط خانه تا بیرون تا همه جا کشیدیم، به شمول دوره وکالت همه روزه تجربه میکنیم. ولی امید دنیای است که زن در همه دنیا به عنوان جنس دوم تلقی میشه و مبارزه پیگیر ضرورت داره. اگر قرار باشه که همه ما آرزو کنیم که مرد باشیم، پس اونایی که زن هستن و واقعا زن آفریده شدن، اونا به کجا پناه ببرن از زن بودن خود؟ به این خاطر من افتخار میکنم که یک زن هستم، با وجود که همه روزه رنج زن بودن را میکشم. بسیار عالی. جناب فای، شما خود نخواستید گاهی گهگداری که زن باشید، یعنی از مرد بودن؟ مرا خداوند مرد آفریده است، ولی اگر از زن هم میآفرید ولی مشکلی نبود. مشکلی نبود. پنج سوال باقی مانده، یک سوال را پاسخ دادید. همچنان 1 میلیون افغانی که قرار است به زنان بی بضاعت برسه در برنامه است و خدا کنه تا پایان هم باشد. دو گزینه دیگر برای سوال دوم، سکوت و فضا. سکوت واژه‌ای که زیاد وکلای پارلمان با او موافق نیستند. فضا؟ فضا؟ فضا، فضا انتخاب شد. بسیار خوب. حالا این 4 مانیتور ما مجدداً 4 جواب را برایتان رونمایی خواهد کرد و ما خواهیم دید که کدام جواب ها خواهد بود. میبینیم 4 گزینه ای که برای فضا رونمایی میشه. داوود خان، ببرک کارمل، حفیظ الله امین، دکتر نجیب الله. یک سوال سیاسی است دیگه. من نمیدونم جایی که نام باشد. من بحث سیاسی است. بحث سیاست هست. 4 نام مطرح در افغانستان که به هر حال هر کدام از نام ها تاریخچه ای دارن به اندازه چندین و چند کتابخانه. بسیار خب، سوال رو میبینیم که گزینه فضا و بعد 4 نام سیاسی. ببینید چی است. عبدالاحد مومند تنها فضانورد افغان تا کنون، با کدام رئیس جمهور کشور از فضا تماس تلفنی داشت؟ عبدالاحد مومند استاد در دوران کدام رئیس جمهور رفت به فضا؟ سال 67 بود فکر میکنم. نجیب. من نمیدونم. نجیب؟ نجیب یا کارمر؟ سال 67 نجیب است. نجیب بود. 67 نجیب. آه در دوران نجیب بود. 67 اگر هست نجیب دیگه. سال 67 اگر هست نجیب. آیا مطمئن هستید که با دکتر نجیب از فضا تماس تلفنی داشت؟ یعنی رئیس جمهور رئیس جمهور بود. بله. رئیس جمهور نجیب بود. خب پس با موسو پس رو انتقال بده تا واقعا من ندانم. زنان به وضاحت زیادی برنامه رو میبینن و آرزو دارن که شما میلیونر شوید. ما بار دیگه پیشنهاد میکنم وکیلای پارلمان که می اومدن بسای ازاری بانن. بفرمایید جناب فایز. بسیار خب، من فقط یک کمک دیگر برای شما میکنم. این پول ها باید درست انتقال کنه، اگر نه از ما میشه و شما پس گرفته میشه. بسیار خب، 3 2 1 و تمام. گزینه دکتر نجیب الله انتخاب شد و 1 میلیون افغانی روی این گزینه قرار گرفت. من نمیدانم اگر واقعا تا پایان بخواید این گونه پیش برید، یا در یک سوال تمام 1 میلیون را از دست میدید، یا که میتونید پیش برید و خطرناک است. امیدوارستیم که از دست نتیم دیگه، چون اینجا بحث خانمای بی بضاعت هست. دعای از اونام که تو مواسط من 100%. من خیلی دوست دارم کمکتان کنم، اما به اندازه که خود من جواب درست را بدانم که کدام است، یعنی 100% مطمئن باشم. میبینیم از میان داوود خان، ببرک کارمل، حفیظ الله امین و دکتر نجیب، جناب مومند از فضا با کدامشان تماس تلفنی داشت؟ اینجا رو میبینیم. یا خطر بزرگی حفیظ الله امین. نه فکر نمی کنم حفیظ الله امین بوده باشه. چون حفیظ الله امین خو از سال یعنی وقت مومن به فضا رفت ما به یادم میایم، اما حفیظ الله امین حکومتش به یادم نمیاد. 67 است. ها
او خرد بودم یعنی بسیار کنه میکنم. بسیار خوب، میبینیم از میان این دو گزینه کدام گزینه درست است. اما پیش از تمام این موضوعات با وکلای پارلمان هستیم، اما وقفه کوتاه در برنامه ایم. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و روز جهانی همبستگی زنان به تمام انسان‌های روی زمین مبارک باد، و امیدوار هستیم که و به هر حال روزی و جایی برسیم که فرق مرد و زن بودن در علم و دانش باشه، نه در جنسیت، و همه انسان هستن به این بزرگی دست پیدا کنیم. حفیظ الله امین، دکتر نجیب الله، 1,000,000 افغانی. سوال این بود: عبدالاحد مومند، تنها فضانورد افغان تا کنون با کدام رئیس جمهور کشور از فضا تماس تلفنی داشت؟ و 1,000,000 افغانی که روی گزینه دکتر نجیب الله قرار گرفته. می‌بینیم. بسیار عالی، بسیار عالی. دکتر نجیب الله بود. درست. چون سوال باقی مانده، دو سوال پشت سر گذاشتید و خوشبختانه 1,000,000 افغانی که دیدیم روی تصویر همچنان در برنامه است و میبینیم. دو گزینه دیگر برای سوال سوم، جناب سایز و بانو کوفی. زندانی زور، نه از امی زور خوش ما نمیه، از زندان هم خوش ما نمیه. اما ولی... برحال هم زندان خوش نمیه هم زور، کدام؟ یعنی اگر زور نباشه زندان هم نیست، اگر زندان نباشه زورگو زیاد است. پس زندان میریم. زندان. زندانی انتخاب شد. بسیار خوب. این زندانی 4 جواب داره. میبینیم؟ 2,000, 4,000, 6,000 و 8,000. نمیدونم سوال. سوال میبینیم. آها، زندان پل چرخی کابل، زندان پل چرخی کابل گنجایش چه تعداد زندانی را دارد؟ وقتی که از زندان پلچرخی کابل یاد میکنیم، خاطرات تلخ دیروز و دیروزهای گذشته و امروز هم حتی یادم میاد، ولی به هر صورت گذشته ها خاطرات تلخش بیشتر است از زندان پلچرخی. استاد؟ این سوال مشکل است. چون ما کمابیش پول ها میتونسته تقسیم کنید؟ جوابایی که اشتباه 2,000, 4,000, 6,000, 8,000. نه 2,000 خود نیست، به این خاطر که ما رفتیم و عملا همونجا بیشتر از 4,000-5,000 نفر امیال هست عملا. اگر 20 ثانیه تان تماشا این پول از ما میشه، خب زود انتقال بدید. 2,000, 4,000, 6,000, 8,000. من فکر میکنم استاد چیزی بین 8,000 و 6,000 باید انتخاب کنیم ما. یعنی میتونیم ما که بله روی دو گزینه پولایتان نیم کنید. کمی زودتر، زمان میگذره و فقط 10 ثانیه. یک مقدار اینجا میمانیم. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. تمام. حالا میبینیم که جواب درست کدام هست. 2,000, 4,000, 6,000, 8,000. زندان پلچرخی گنجایش چقدر هست؟ 825,000 و 175,000. میبینیم؟ اوه.
اولین پول را از دست دادید 175,000، اما خوشبختانه 825,000 است و اما متاسفانه این گزینه که 4,000 هست هم باز نشده. به قول شما همین موضوع مهم هست. ما نمیگیم که فعلا چقدر زندانی در زندان پل چرخی است، شاید در یک اتاق دو نفره 6 نفر زندانی باشه. ما گفتیم که گنجایش واقعی زندان پل چرخی چقدر است که به احتمال زیاد 4,000 است. شاید میبینیم اگر 4,000 بود چی میشه؟ دوال برنامه میشه گفت که خداحافظی میکنیم. نه خداحافظی نمیکنیم، راجع موضوعات سیاسی گپ بزنیم. بسیار میبینیم. بسیار عالی. سه سوال باقی مانده. آیسا آیسا به کمر برنامه رسیدیم. 825,000 افغانی مانده و 875,000 افغانی از برنامه حذف شد و این سوال چهارم نخستین سوالی است که شما فقط سه گزینه دارید و دو گزینه برای انتخاب. روایت، معارف. معارف؟ چرا معارف؟ روایت؟ معارف و روایت یا روایت و معارف، کدام گزینه معارف انتخاب میشه؟ روایت معارف. معارف میگیریم. معارف. معارف انتخاب میشه و افتخار شما. بسیار خوب. بانو کوفی، این نخستین سوالی است که فقط سه گزینه برایتان رونمایی میشه، یعنی و شما فقط میتونید پول ها را دو تقسیم کنید اگر جواب درست نتونستید بیابید. میبینیم سه گزینه را. گزینه معارف، عاشقان و عارفان، پل باغ عمومی، چند دول، اما مناطق یا ناحیه ها یا منطقه بسیار قدیمی شهر کابل مان و این که چه ربطی به معارف داره؟ تاریخی. آیت تاریخی زمان. میتونست تاریخی باشه این سوال. میدونم، اما سوال مهمه، این جواب است. سوال جواب بله. حالا سوال رو ببینیم که سوال معارفی باشه. بله. مقر اولی لیسه حبیبیه در کدام منطقه کابل بود؟ این معرفی شد. مقر اولی لیسه حبیبیه در کدام منطقه کابل بود؟ 60 ثانیه شما شروع شد. عاشقان عارفان. ایران میتونیم تقسیم کنیم؟ بله، دو تقسیم میتونید پول هایتان. عاشقان عارفان خونه بوده، برای از اینکه عاشقان عارفان یک محل بسیار خرد است. چندوان هستم، اگر از رئیس جمهور کرزایی بپرسیم زود جواب میده. چرا؟ درس خوانده. چون اونجا درس خوانده. لیسه حبیبیه درس خوانده. خب بین این دو تا ما باید تقسیم کنیم، چون ما مطمئن هستم عاشقان عارفان نیست، برای اینکه اونجا یک محل کوچکتر از بین این دو تا. چندوال عاشق استاد پول تقسیم کنیم خیا. تقسیم کنیم. تقسیم. جناب فاحش شما میتونید شریک شوید در نظر دادن. شما موافق هستین با این نظر استاد یا که چیزی؟ ولی تنها فقط میتونیم نصفه کنیم، یعنی دیگه من نمیدونم، فقط باید زود انتخاب کنیم به دلیلی که 16 ثانیه مانده. دو گزینه یعنی کمتر از نصف میتونیم. میتونید یک گزینه رو انتخاب کنید. خلاص خلاص. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و تمام. یک بسته پول 25,000 مانده بود، آمدم پوت کنم برای مردای بی‌بضاعت. بانو کوفی نماندن گفتن این حق زنای بی‌بضاعت است. میبینیم یک زیارت هست آقای، یک مزار هست دیگه، جایی ندارد. همیشه پولی رک من میمونم میره. بسیار خوب، حالا میبینیم که کدام یک از این دو گزینه درست است. اما 650,000 افغانی هم برای زنان بی‌بضاعت پول کمی نیست. وقفه کوتاه. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و شما و میلیون در یک شب ویژه با یک برنامه ویژه و دو مهمان ویژه که
هدف هم هدف ویژه است، یعنی جمع کردن این پول و در نهایت حفظ کردن این پول و در نهایت کمک کردن به زنان بی‌وظاعت که خیلی مثل تقریبا خواب و یک رویاست که همیشه گفتیم در برنامه‌های گذشته، در برنامه‌هایی که ما داشتیم در گذشته، در یک همچین روزی که اکثر اوقات ویژه برنامه داشتیم گفتیم امیدوار هستیم تا سال دیگر ما دیگر صحبتی از درد، رنج و ظلم و حق تلفی زن در برنامه نداشته باشیم که خوشبختانه کم شده، اما این واژه‌های ناخوشایند همچنان هست در زندگی ما و مخصوصا در افغانستان که ما زندگی میکنیم. 650,000 افغانی پول باغ عمومی و عاشقان عارفان، 0,175,000 افغانی چنداول رفت در سوال مقر اولیه لیسه حبیبیه در کدام منطقه بود؟ بانو گفی میبینیم جواب درست را. سر از چی مصادی سو بیارید؟ من کمک میشم جناب فایز، من کمک میشم جناب فایز. عموما اهل زیاد اهل پول جمع کردن مشخص است که نیستن. نیست همین درست است؟ درست است جناب فایز؟ درست است. جدی میگید؟ درست. فکر نمیکنم در پارلمان فکر کنید. خب به هر حال همین است. دو سوال باقی مانده، چهار سوال پشت سر گذاشتید. پول زیادی در برنامه مانده، 650,000 افغانی. و حالا دو گزینه دیگر برای سوال پنجم که آخرین سوال است که سه گزینه در جواب رو نمایی میشه. جویدن، ناتنی. جویدن و ناتنی. کدامش را انتخاب کنیم؟ ناتنی را. ناتنی را. این دفعه استاد انتخاب میکنن میگن ناتنی. ناتنی انتخاب شد. به زبان دیگر یا به واژه دیگری که هم معنی با ناتنی باشه اندر میگن. اندر آه ناتنی. بسیار خب. این سه جواب رو نمایی شد. یک جواب خاموش شده. شاه ولی کرزی، قیوم کرزی و محمود کرزی. در این بحبوحه انتخابات باز افراد سیاسی نامشان آمد و یکی از کاندیدای ریاست جمهوری جناب قیوم کرزی. بانو کوفی شما حتما رأی میدید؟ رأی در انتخابات ریاست جمهوری؟ یعنی توقعی است که رأی ندیم؟ یعنی حتما قرار است که رأی میدید؟ من فکر میکنم که یک مسئولیت کلان است. هر زن یا هر شهروندی که در افغانستان زندگی میکنه این مسئولیت است که باید رأی بدن. بسیار عالی. حالا ناتنی گزینه، شاه ولی کرزی، قیوم کرزی، محمود کرزی. سوال را میبینیم. برادر ناتنی رئیس جمهور کرزی کدام است؟ شما برادر شما انتخاب کنید. قیوم کرزی قیوم و محمود برادرای اصلیش هستند. این سوالو میفهمم 100% مطمئن هستم. ولی کرزی برادر ناتنیش بود. شاه ولی هم شاید برادر ناتنی، چون میفهمم که قیوم و محمود برادرای اصلیش هستن. شاه ولی همان ولی کرزی است. ها؟ شاه ولی همان ولی کرزی. نه شاه ولی یک برادر دیگه ایش است که در قندهار است. شاه ولی شاه ولی بله شاه ولی یکی ولی کرزی بود، یکی ولی شاه ولی کرزی، محمود قیوم کرزی و محمود. میفهمم که سه برادر هستن خود از مادر خود آقای کرزی که قیوم است، محمود است و حامد کرزی. سه تا انتخاب کنید گزینه ایده که مطمئن هستید. اما ولی کرزی که نیست ساله؟ من ولی کرزی که کشته شد در جمع ما نیست؟ 14 ثانیه بانو کوفی پول اینجا بمانه از ما میشه؟ کدام است که برویم به طرفش؟ پس 8 من این رو مطمئن هستم. 6 5 4 4 3 2 1 1 من کاری نکردم. بسیار خوب. خوب شد اول برنامه گفتی که برای تو حق میتیم لش کردی نیمه پولا رفته بود. خب خیر، شاه ولی کرزی، قیوم کرزی و محمود کرزی. تا جایی که شما اطلاع داشتید بانو کوفی گفتید که قیوم کرزی، محمود کرزی و حامد کرزی از یک مادر هستن. از یک مادر هستن بله.
آی به اساس ما میفهمی این سه تا را میفهم که از یک مادر هستند، اما نمیفهم که شاهولی واقعا از این مادر از اینا است یا نیست. حالا میبینیم که جواب درست از میان این سه نام کدام هست. یک بار رو خواز نشک کل پیسا بره پناه بر خدا که نشه. میبینیم؟ محمود محمود و قیوم از مادر خودش هستن. مطمئن هستید که محمود کرزی برادر ناتنی جناب؟ مطمئن هستم که محمود کرزی و قیوم کرزی برادر هستن، یعنی از یک مادر هستن و از یک پدر. پس اگر قیوم کرزی نباشه محمود کرزی هم نخواد بود. یک معادله یک فرمول در برادران تنی و ناتنی جناب حامد کرزی. وقفه کوتاه. برنامه یه روز جهانی 8 مارچ مشاهده میکنید که در این روزها همهمه‌های به هر حال مردم افغانستان بیشتر در مورد موضوعات سیاسی است، مثلا امضا نشدن پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان، انتخابات پیشروی ریاست جمهوری، وضعیت نامناسب اقتصادی در سال 2014 که هنوز آغاز هستیم و تقریبا 8-9 ماه دیگر پیشرو داریم، و تمامی این موضوعات از جمله ناامنی‌هایی که در مثلا ولایات جنوبی افغانستان جدیداً رخ داده. اما با تمام این وجود ما به احترام مقام والای زنان در جهان و افغانستان برنامه ویژه‌ای را اختصاص دادیم به روز جهانی همبستگی زنان. شاهولی کرزی به نظر بانو کوفی برادر ناتنی رئیس جمهور حامد کرزی هست و محمود کرزی و قیوم کرزی برادران تنی هستند. البته ما خیلی مطمئن نیستیم. بیایید ببینیم که جواب درست کدام هست. 650,000 میمانه یا میره؟ میبینیم؟ میبینیم؟50,000. یک سوال تنها باقی مانده و این سوال پایانی برنامه ماست. فقط یک سوال باقی مانده و این سوال پایانی برنامه ماست. دو گزینه رو می‌بینیم. رنگ و تغذیه. رنگ؟ رنگ؟ تغذیه کنیم. تغذیه هر دو طرف تغذیه می‌گیم. ما چون رنگ خوش دارم انتخاب رنگ می‌کنیم. رنگ. بسیار خوب، گزینه یه رنگ انتخاب شد و این گزینه یه رنگ دو جواب داره که فقط یک جواب درست است. میبینیم؟ رنگ لعابی روی اندود و رنگ روغنی روی چوب. سوال رو میبینیم؟ در اثر نقاشی داوینچی مونالیزا از چه تکنیکی استفاده شده؟ رنگ لعابی روی اندود یا رنگ روغنی روی چوب؟ ای امو خانم فرانسوی کست؟ امو نقاشی خیلی مشهور که بسیار زیبا هم است. فوق العاده. اندود چیست روی اندود؟ رنگ لعابی روی اندود، اندود را چگونه براتون بگوییم؟ یک نوع بوم نقاشی، یک نوع زمینه ای هست که نقاش ها میگذارن و روی اون نقاشی میکنن، از اندود هست، یعنی یک بوم متفاوتی از بوم های نقاشی است. بانو کوفی، این چیزی بود که من نباید میگفتم اما گفتم.
من زیاد مطمئن استاد شما چی فکر میکنین؟ چون اینجا یک گزینه داریم، یک انتخاب باید کنیم. من زیاد مطمئن نیستم از زردو جواب، ولی جواب 10 ثانیه بانو کوپی کنی زودتر جواب جواب لعابی روی اندوز هم مشکل است. به اندازه 4 برام خسته شده. بسیار عالی. چون گزینه یک می‌بینیم که واقعا گزینه است. اگر دو تا این گزینه می‌داشت مردوش انتخاب می‌کردیم. می‌کردید، اما متاسفانه این 650,000 تا لحظاتی بعد میره، شاید هم نره. شاید هم باره. می‌بینیم. بسیار عالی، بسیار عالی و تبریک باشه، تبریک باشه این 650,000 به شما. با مردان بی بزاعت نگفته، با زنان بی بزاعت گفته. یک کسی صدا کرد، یک کسی از بین شما، یک کسی از بین شما تماشاگرها صدا کرد، صدای یک مردم بود، عجب مرد زنزلیلی بوده او مرد. خب میگه که این پول برای زنای بی بزاعت است، نه برای مردای بی کفایت. بس زنزلیل نبوده دیگه آقای لشکری. مرد خودم بی کفایت نمیده. بسیار شجاع قبول میکنید؟ بسیار شجاع بوده، چون یکی از یکی از مهارت‌های شجاعت همیست که آدم اعتراف کنه به ضعف خود. اما به اعترافی به این بزرگی، یعنی بی کفایتی یک صفت است و این صفت میتوانه در مردان هم باشد و در زنان هم باشد. دیدید که جناب فایز خیلی مردان است. بسیار خوب. جناب فایز، گاهی اوقات احساس تنهایی نمی کنید در کمیسیون امور زنان پارلمان؟ ولی این سوال یک سوال دیگر خلق می کند. آیا با مادر و خواهر می شود احساس تنهایی کرد؟ آفرین. با افتخار جناب فایز. بسیار عالی. تشکر از شما جناب فایز و بانو کوفی که دعوت ما را پذیرفتید، به این برنامه آمدید و واقعا هم ما را خوشحال ساختید، هم بیننده های ما را در این شب بزرگ، و امیدوار هستیم که همیشه در کارهایتان موفق باشید، به دلیلی که موفقیت شما گره خورده به موفقیت یک ملت و بدون موفقیت شما ملت ما نمیتونه پیروز و سربلند و سرفراز باشه. تشکر از شما. زنده باشید. این پول توسط محافظان خود برنامه شما و میلیون به شما میرسه. سلامت باشید. شما حتی اگر محافظان زیادی داری فکر میکنم بانو کوفی، درست است؟ اگر نرسید اهل بادیگارد بازی، اگر نرسید شما را باز پیدا میکنید. لشکری رو پیدا کنید میلیونر میشید اگر با عادیز. اما برای فقط یک سوال دیگر، معمولا وکلای پارلمان در رخصتی ها و جزایر هوایی میرن و به قناری میرن، به دبی میرن، به کدام یک از جزیره های خوب جهان سفر میکنن؟ شما میدو امی چند انتخاب داشتین دیگه، انتخاب نداشتین؟ من فکر میکنم دیگه قیمتر از جزایر دیگه نیست. کوپایه های پامیر و هندوکش نداشتین که بگین دایی بازی نهایتان. تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. زنده سلامت و سرفراز باشی جناب فایز. تشکر. از او رو اگر برید محافظان تان هم منتظر تان هستن. دور میز اگر دوره بزنید و او را خیلی نزدیک از با موترا و بادیگار بزنید. ویژه برنامه روز جهانی همبستگی زنان 8 مارچ را مشاهده کردید. تشکر از نوشابه کوکاکولا، شرکت حبیب گلزار که حمایت کننده مالی این برنامه است، و امیدوار هستیم تا دمی دیگر ما را تنها نگذارید. این 650,000 هم تبریک زنان به بزاد. خدا نگهدار. تا شما و میلیون دیگر با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم و